أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. در ادامه بحثای توحیدی، یکی از سوالاتی که در صدر اسلام میشد از محضر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این بود که خدا را برای ما معرفی کنید. هم از ناحیه یهود این سوال میشد، هم از ناحیه مشرکین میشد، هم از ناحیه مسلمانانی که تازه به دین مبین اسلام مشرف شده بودند. بارهای سوال مطرح میشد. این سوره یعنی سوره اخلاص، یعنی سوره مبارکه قل هو الله احد نازل شد و در واقع شناسنامه خداوند متعاله. در عین کوتاهی معارف بلندی رو داره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، بگو. قل اشاره داره به پیغمبر، پیغمبر ما بگو. هو، حالا هو رو بعضی ها میگن که این ضمیر شأنه، بعضی ها میگن نه، اشاره داره به خدایی که در ذهن مردم هست و میخوان خصوصیاتش رو بدانن. قل هو، اون خدا، الله احد، الله هست و او احده، یعنی یکتاست، شریکی ندارد، در کنار خودش شریکی نداره، احد است. الله الصمد، خدا صمد است. صمد یعنی تمام موجودات عالم به او نیاز دارند، ولی اون نیاز به هیچ کس و هیچ چیز ندارد. این معنای صمد است. الله الصمد. لم یلد، از جمله ویژگی های خداوند متعال اینه که نزاد، بچه‌ای به دنیا نیاورد. مسیحی ها می گفتن که عیسی پسر خداست، یهودی ها می گفتن عزیر پسر خداست، مشرکین می گفتن این فرشتگانی که در آسمان هستن اینا دختران خدا هستن، لذا شکل صورت دختر بهش می دادن، به اینا می دادن. قرآن می فرماید که لم یلد، خدا فرزند نزاد، نه پسر نه دختر، ولم یولد، و از کسی هم زاده نشد، چون خدای متعال روح مجرد است، از کسی هم زایده به دنیا نیامده، زایده نشده است. لم یولد ولم یکن له کفوا احد، و برای خدا نظیری هم وجود ندارد. لااقل بگیم کسی باشه که شباهتی، حالا 100% نه، 90%، 80% میگن نه. ولم یکن له، نبوده برای خدا، ولم یکن له کفوا احد. کف یعنی همدوشی، شبیه و مانند خداوند متعال ندارد. ببین این سوره با کوتاهی که دارد معارف بلندی را که توحید باشه بیان میکند، و لذا این سوره تلاوتش ثواب یک سوم قرآن رو داره. سعی کنید این سوره را زیاد تلاوت کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.